سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. من فاضل هستم و خوش اومدید به ویدئوی دیگه از زندگی من در سوئد. امروز روز 13 دسامبر است و یه روز خیلی خیلی مهم در کشور سوئد است که امروز معروف به روز لوسیا است که بهش میگن سانتا لوسیا، که حالا اگه شما پشت سر منو ببینید تلویزیون سوئد و خیلی از شبکه‌های اجتماعی راجع به امروز خب خیلی می‌نویسن و خیلی راجع بهش صحبت می‌کنن. امسال 13 دسامبر افتاده روز یکشنبه که امروزه است، ولی سالهای گذشته که افتاده طول هفته بود توی مدرسه مراسمات بسیار زیادی دارن و یه توجه خیلی خاصی به امروز میشه. سانتا لوسیا یه دختر خانومی است که فکر میکنم اینجا عکسش فیلمشو شما میبینید که یه تاج شم میذاره رو سرش و یه سری دختر خانوم دیگه که با لباس سفید بلند پشت سرش هستن میان ایشونو دنبال میکنن و رو سرشون یه تاج سبز دارن و یه شم میگیرن تو دستشون. این بچه این شمی که رو سر سانتا لوسیا یا همون دختر خانمی که به عنوان رهبر گروه هست، این به عنوان سمبول و بشارتی است واسه یک نور بزرگتر در آینده که منظور از اون میشه همون تولد حضرت مسیح که میشه 25 دسامبر که تقریبا میشه نزدیک به 10-12 روز دیگه. توی کشور سوئد خب واسه اینکه این دختر خانمی که نقش سانتا لوسیا رو داره تو مدارس یا توی شهر مسابقات خیلی زیادی برگزار میشه که آخر سر یه دختر خانمی رو به عنوان سانتا لوسیا انتخاب میکنن که میشه همون رهبر گروه و شم میذاره رو سرش و شروع میکنه به خوندن. توی سالهای گذشته خب حالا ما بحث کرونا رو نداشتیم، توی یه دختر خانمی ایرانی واسه اولین بار به عنوان یه مهاجر به عنوان سانتا لوسیا انتخاب شد که خب قبل از اون تمام کسانی که به عنوان سانتا لوسیا انتخاب می‌شدن سوئدی بودن و واسه اینکه بتونن سانتا لوسیا رو انتخاب کنن توی اون شهری که هستن یا توی اون مدارس خب مسابقات زیادی برگزار می‌کنن. و قصه سانتا لوسیا خب برمیگرده به فکر می‌کنم سال 306 میلادی، برمیگرده به ایتالیا که اونجا یه دختر خانومی بوده و به خاطر اعتقادات مذهبی خودش بالا به حضرت مسیح اعتقاد داشته، طرف جامعه اون زمان مورد طرد شدن قرار میگیره و مجازات های بسیار زیادی رو میگیره. خب حالا من بیشتر راجع به این موضوع می‌نویسم و توی کانال اینستاگرام هم میذارم که اگر دوست داشتید میتونید فیلم کامل از سانتا لوسیا رو، به خاطر اینکه خب من نمیتونم تو کانال یوتیوب بذارم که کپی رایت بهش نخوره، میذارم توی کانال اینستاگرام و راجبش می نویسم و شما میتونید برید اونجا و فیلمو ببینید و بیشتر راجبش بخونید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه همتون رو به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشید. یا حق.